به نام خدا. در ادامه مباحثی که جلسه قبل مطرح کردیم، رفتیم بهره ولتاژ یه میکسر تفاضلی یا حالا ساده ترین میکسری که تونستیم با ترانزیستور پیاده سازی کنیم رو استپ استپ به دست آوردیم. ابتدا این بهره ولتاژمون بود، بعد رفتیم آره درین ماکسیموم رو بر اساس سوینگ ماکسیموم به دست آوردیم. خدمت شما عرض کنم، بعد ولتاژ کامامود ورودی LO مون رو بررسی کردیم، ولتاژ کامامود گری سورس رو بررسی کردیم، تا اینکه نهایتا بر ولتاژمون حتی اثر خازنی که توی گری سورس رو هم داشتیم رو بررسی کردیم، تا اینکه بر ولتاژمون به این رسید. فعلا یه مسئله دیگه هست که اونم باید تو بر ولتاژ لحاظ کنیم و اون برمیگرده به قضیه LO ها مجدد، یعنی بگیم اثر چطوری بنویسم، اثر سیگنال های LO و LO بار در بهره میکسر. یه بار که دامنی اینا رو که توی LO توی بهره لحاظ کردیم، یه دو پیوم، حالا یه مسئله دیگه از LOR رو میخوایم بررسی کنیم. فرض کنید این چی باشه؟ دو تا LO داریم معکوس همه. یه LO به این صورت فرض کنیم. گفتیم ایدئال نیستن دیگه. بالاخره با یه شیبی یا یه زمان گذاری اینا پایین بالا میان. برای دقیق رسم کنیم به این صورت. بر فرض مثل یه خورده واید کشیدم که قابل فهم باشه. اینو اگر فرض کنیم چی باشه؟ LO مون باشه. این LO. حالا LO بار رو هم تو دل همین میکشم. این پایین میکشم. بیاد تا اینجا بعد بره بالا. معکوس همونه دیگه. با یه گیت نات مثلا شما میتونی، حالا بعدا تو اوسیلاتور که فصل بعدیمون باشه متوجه میشیم که چطوری تامین میشه ال او بار، نیاز به عنصر اضافی داره یا نه. خیلی خوب، اینجا تو پیکای مثبت و منفی یا توی صفر یک مشکلی نداریم. مشکل ما با این ناحیه است، ناحیه بهش میگم ناحیه گذر یا گذار. اینجا اولا دوره تناوب سیگنال الومون چقدره؟ مثلا از اینجاست تا اینجا، درسته؟ این دوره تناوب، این دوره زمانی که توی در واقع ناحیه گذر هستیم اسمشو میذاریم دلتا تی. یه دلتا تی ما دوچار ناحیه گذر میشه، جایی که ال او مون تقریبا برابر میشن، جفت ام یک ام دو ام سه روشن هستن. یعنی چی؟ به ولتاژ کامودشون میرسن، ولتاژ کامودشون اون وسط جفت ام دو ام سه روشن هستن. اینجا می نویسم ناحیه گذر در واقع جاییست حول نقطه کار، جاییست حول نقطه کار M2 و M3 روشن و عمل میکس انجام نمی شود، چون سویچ ها دیگر جفتشون روشنه و عمل سویچی نداریم که فرکانسمون رو تغییر بده میکسرمون. همچین وضعیتی. یه نکته
خب از سر این ناحیه گذر رو هم میتونیم تو بهره ولتاژ بیاریم دیگه. به هر حال تو این ناحیه گذر چون عمل میکس انجام نمیشه، میتونیم تو بهره ولتاژ تاثیرش رو ببینیم. میتونیم بگیم که بهره ولتاژمون برابر است با منفی 2 جی ام 1 آر دی تقسیم بر پی که داشتیم ضرب در اون تقسیم جریانه جی ام 2 تقسیم بر رادیکال جی ام 2 بود به علاوه خازن اثر خازن سورس اومگا به توان 2 اندازه شون. ضرب داره چی؟ ضرب داره تأثیر این قضیه یک منهای 2 دلتا تی چون 2 تاست دیگه تقسیم بره دوری تناوب. اینجوری ما میتونیم اثر این حالا میشه بر ولتاژ اصلی. و این به اون چیزی که تو واقعیت میبینیم نزدیک تره. این پس چی بود این ترم؟ اثر کاهشی ناحیه گذر در بهره ولتاژ. حالا به این صورت مدلش میکنه. این میشه بهره ولتاژ میکسره. حالا این ساده ترین میکسری بود که ما تونستیم طراحی کنیم. در واقع نکاتی که برای طراحیش لازم بود رو اشاره کردیم. بعد شما خودتون میتونید حتی این میکسرها رو هم پیاده سازی کنید. یعنی مثلا این چی بود؟ چه نوع میکسری بود؟ دابل بالانس میکسر بود دیگه. حالا این پسیوش بود، ما میتونیم اکتیوش هم پیاده سازی کنیم. بریم ترانزیستور هم رو پیاده سازی کنیم. این دفعه اکتیو میکسر. خب ببینیم پیاده سازی این چجوریه. آر دی دوم اینجا یه دونه ال او اینجا داشتیم. فعلا اینو نگه داریم. یه ترانزیستور دیگه هم اینجا داریم. خب این لازم اینو یه خورده دارم بالا که جا بشه. این میومد به اینجا وصل میشد به خروجی اون بر و اینم اگر وصل کنیم این هم بذاریم آر دی دوم. این هم طبیعتا به خروجی اون بر وصل میشه. درسته سیگنال آر اف رو اونم دابل هستم. این هم ال او بارا بودیم. این وی آر اف مون بود. اینم وی آر اف بار بود. اینجا مثبت منفی وی اوت اون هم که تغذیه هم بستن. خب این دقیقا در واقع همون میکسر پسیو دابل بلنس هست که ما به صورت اکتیو پیاده سازیش کردیم.
اینجا ما دو تا عارف داشتیم، یکیش عارف بود، یکی معکوس عارف بود. ال او امون هم 4 تا سویچ بودن، دو تا عارف داشتیم، مقاومت خروجی همون و اتصال ضرب دری که حالا نویز و بهر و این چیزاش هم فکر کنم بررسی کرد. این هم از این. خب یه سری خواص داره نسبت به اون تفاضلی ساده ای که قبلا طراحی کردیم. حالا خواصش رو به صورت خلاصه بار من کنارش می نویسم. میگیم که IIP تری بهتری داره. این یه خواص. خاصیت سورس جنراسیون هم اگر استفاده کنیم تو این بهتر جواب میده دیگه. چی؟ اگر بگیم ساختار گیرنده هترودین باشد، آنگاه پورت ورودی این میکسر یا کل میکسر ها میکسر باید 50 اوم باشه. ولی برای چی؟ برای اون یکی چی بود؟ زیرو آیف. نیاز نیست. حالا یه سری ویژگی خواص این میکسر نسبت به بقیه یا این آخری که برای کل میکسر است. این هم اینجا نوشتم. بریم مبحث بعدیمون. پس بحث طراحی میکسر در این حد من فکر میکنم کافیه. باز یه سری نکات هست که در مورد نویز میکسر این دفعه تحلیل میکنیم. بگیم که نویز در میکسر های اکتیو خب من همون میکسر تفاضلی رو که ساده تر بود در نظر میگیرم، آر درین. وی او یکمون اینم اسمش M2 بود، به ال او امون وصل باشه و تقویه کننده آر افمون این ترانزیستور این برم فرض کنیم خاموشه دیگه، داریم عمل میکس انجام میدیم، اینم خاموش شد. به هر حال آره درینش که توی خروجی میاد دیگه، کاری با اون نده. واسه این تغذیه این ولتاژ تفاضلی از این دو سر بود. خیلی حالا اسم اینجا رو بذارم این دفعه همون سورس بذاریم یا پی بذاریم که با جزوه یکی باشه. گره پی فرض کنیم تو این محدوده از ال او هستیم، سیگنال ال او هم بکشم توی ورودی اینجا. مثلا این اگر ال اومون باشه، ما مثلا اینجا هستیم، این چیه؟ اینم ال او. خب
این ترانزیستور آن، این یکی آف، اینم که همیشه باید روشن باشه. شبیه ساختار کسکد ورودیمون آر اف نویز ام یک کامل میتونه جریانش جریان نویزیش از تو ام دو رد میشه کامل به خروجی میرسه. شبیه بگیم ساختار کسکد نویز جریانی ام یک کامل به خروجی میرسه همیشه هم که روشن. این از این نویز ام دو چی؟ نویز ام دو آیا به خروجی میرسه؟ نویز ام دو به خروجی نمیرسد چون مقاومت آر او یک در سورس آن قرار دارد مگر زمانی که فازن گره پیمون در واقع مگر زمانی که بگیم امپدانس مگر در فرکانسی مگر در فرکانسی که امپدانس سی پی کوچک شود شود و آر او یک پس شود در صورت کامل به خروجی میرسه اما حالت عادی تا زمانی که به اون فرکانس نرسیدیم خیلی اتفاق خاصی نمیده. دیگه چی؟ چه عنصری داریم؟ نویز آردی هم که تو خروجیه دیگه. نویز آردی خودش کامل در خروجی. اینم از تاثیر نویزی عناصر مفرد. یه نکته دیگه در مورد نویز ام یک بگیم وقتی که هر دوی این ام دو و ام سه ام دو و ام سه روشن هستن شبیه بگیم ساختار تفاضلی می توان گفت نویز ام یک تقریبا صفر است در خروجی چون نویز حالت مشترک به حساب میاد. اینم از این پس فرق میکنه ام یک وضعیتش که جفتشون روشن باشه یکیشون رو. اگر یکیشون روشن باشه کل نویزش مثل ساختار کسکد به خروجی میرسه اگر جفتشون روشن باشه چون اون گره پی حالت تفاضلی داره نویز ام یک به صورت مشترک دیگه به خروجی هم نمیرسه تو درسای مدار مجتمع این چیزا رو احتمالا خوندید. خب بریم حالا بررسی کنیم بگیم که در وضعیت میکس قرار داریم فرضاً در وضعیت میکس باشیم. خب وضعیت میکس ولتاژ نویز بگیم نویز خروجی به توان دو متوسطش به ازای ترانزیستور ام یک میشه چی؟ تو نصف پریود این ناشی از نصف پریوده تو نصف پریود روشنه دیگه همیشه که روشن نیست ام یک که این نیم پریود لحساب کنیم آره به ازای نصف پریود که از این طریق این ورش صفره از اون طریق میره به خروجی این یک دوم از بابت نصف پریود آیه ان ترانزیستور یک به توان دو
درجی آره درین بتوانه. خب جریان نویزی هم که میتونید یه جریان نویزی این ترانزیستور اینجوری ظاهر میشه. آی ان یک به توان دو مثلا. حالا توانش رو فعلا نمیخواد نیست. خب پس این به این صورت به خروجی رسید. این هم میتونیم بنویسیم ناشی از نصف پریود. خب برای ولتاژ نویز خروجی به توان دو ناشی از این دفعه بگیم کدوم ام دو مثلا که روشنه M2. وقتی میگه وضعیت میکس یعنی یه سمت مدار خاموش، M2 روشنه و اینجوری لحاظ کنیم بکشمش. یا بریم پایین بنویسیم، اینجا دیگه جا نیست. اینم بیارم پایین. برای کل این حالات ما فرض می‌کنیم در وضعیت میکس قراره. حالات فرض کنیم مدارمون اینجوری باشه. برای M2 این M2 نویزش اینجاست via N2، حالا میره به سمت آردی. از سر اون فازن سی پی رو لحاظ کن. فرض کنیم فازن ظاهر شد، فازن گره پی تو. حالا جزء ما هم شبیه اون بنویسیم، میگه بهره، اینجا میگم بهره از گیت تا سورس تقریبا چیه؟ تقریبا یک هست. مثل یه سورس مشتری چی؟ درین مشتری تقریبا یک هست. یعنی چی؟ یعنی اینجا هم داریم چی؟ همون وی نویز گیت میاد و اینجا هم میرسه وی ان دو به اینجا هم میرسه. خب تو این وضعیت میتونیم بگیم که ولتاژ نویز خروجی به توان دو ناشی از M2 میشه همچین چیزی، فی N2 به توان دو ضرب سی اومگا به توان دو، قداس اون فازن رام لحاظ کردیم، این هم ضرب نصف پریودش. خب دیگه چی داریم؟ چه عنصری داشتیم؟ یه ویه چیزم داشتیم، نویز اوت توان دو ناشی از آره درین هم داریم دیگه. این هم میشه 4 کی تی آره درین. ببرمش اینجا که جایی کسی نگیره. خب اینم از حالا میتونیم بگیم که ولتاژ نویز توتال نویز فوق به توان دو کلش کل نویز برای بگیم یک پریود کامل بر بس مجموع اینا دیگه.
البته ضرب در دو هم احتمالا خواهیم داشت. و این ضرب در دو میشه دیگه. اون برای نیم پریود بود. یه دو اینجا بنویسیم، یک دومه. های ان یک به توان دو، آر دی به توان دو و علاوه چار کی تی آر دی و علاوه یه ان دو به توان دو سی اومگا به توان دو آر دی. این توان دوشونه نوشته آر دی. یک دوم هم داریم اینجا. اینو میتونیم به این صورت هم بازنویسی کنیم، سادهش کنیم دیگه، بگیم آیا ان یک به توان دو آر درین به توان دو و علاوه وی ان دو به توان دو در همون سی اومگا به توان دو آر درین به توان دو و علاوه اینو ببریم بیرون هشت کی تی آر دی. دو تا آر دی داشتیم، داریم که همیشه در خروجی قرار داره. همیشه تو خروجی، یعنی یه کاری با نیم سیکل و سیکل و این چیزا نداریم. درسته؟ اونا همیشه نویزه متاسفانه میان. خب این از این. حالا میتونیم باز سادش کنیم. وی این او به توان دو مساوی است با نویزه رو اینو جایگذاری کنیم با 4 کی تی گاما جی ام یک آر درین به توان دو به علاوه 4 کی تی گاما. این چون ولتاژیه تقسیم بر جی ام دو شده در سی اومگا به توان دو آر دی هم که داریم به علاوه 8 کی تی آره دی. خب اینو باز میتونیم بنویسیم 4 KT از گاما آره دی به توان دو فاکتور بگیریم میشه جی ام یک این و علاوه سی اومگا به توان دو تقسیم بره جی ام دو در به علاوه چی همون 8 KT آره دی مقاومت. این شد نویز خروجی برای اون میکسر. حالا در وضعیت میکس هم قرار داریم. حالا اگر بخوایم ولتاژ نوید تو ورودی رو به دست بیاریم وی ان این به توان دو، کافی همین نویزی که به دست آوردیم رو تقسیم بره چیکار کنیم؟ تقسیم بهره کنیم. وی او ان به توان دو بهرمون چی بود؟ یه دو پیوم داشتیم، جی ام یک داشتیم، آر درین داشتیم، تقسیم جریان جی ام دو رو داشتیم. این رادیکالش رو ننوشتم اینجا. جی ام دو به توان دو به علاوه سی اومگا به توان دو در یک منهای دو تا دلتا تی تقسیم بده. تی هم داشتیم ناشی از دل اوها. این از پس این شد کل نویز ورودی در وضعیت میکس. خب کل نویز خروجی در ناحیه گذر میشه چی؟ ناحیه گذر کجا؟ ناحیه گذر وقتی ال او هامون روی کامون موداشون قرار دارن، یعنی جفت ترانزیستورامون چی هم روشن هستن. وقتی جفت ترانزیستور روشن هستن این کل نویز خروجی در ناحیه گذر وقتی ام دو ام سه روشن هستن شبیه چیه؟ شبیه تقویت کنند. هرچی نویز قبلا برای تقویت کننده
حساب کردیم این هم همونه، وی ان او به توان دو میشه وی ام، نویز سه به توان دو در جی ام سه آر درین به توان دو، به علاوه وی نویز ترانسفر دوم به توان دو، ضرب بهرهشون میشن میرن توی خروجی شبیه مدار مجتمع، به علاوه نویز مقاومت ها. خب این نویز تو حالت گذر رو بخوایم به ورودی در واقع اصلش رو بخوایم بازنویسیش کنیم، در واقع ناحیه گذر رو باید بهش اضافه کنیم، میشه وی ان او به توان دو که اینا رو جاگذاری کنیم 8 کی تی گاما، چون تفاضلی دو برابر شد گاما جی ام آردی به علاوه یک در آردی بگیم، اینم اضافه کنیم دیگه، همون دوتا دلتا تی بود تقسیم بر تی. اگر بگیم لبه ال او تیز شود نویز کاهش پیدا میکنه. این هم از این داستان. خب تا اینجا سوالی نداری؟ بریم سراغ نویز یک افوم در میکسر ها. این اثر کل نویز ها بود. حالا نویز یک افوم یه تأثیر ویژه ای روی مدارمون داره، اونم بررسی کنیم. نویز یک افوم در میکسر ها. نویز میکسر، نویز فلیکر وی ام بگیم، اوت نویز فلیکر میشه چی؟ برای میکسرمون میشه آر دی ضرب در آی اس اس تقسیم بر پی ضرب در وی ال او ولتاژ نویز فلیکر مثلا ام یک، همچین چیز. میتونیم ببینیم از این رابطه مشخصه که نویز فلیکر یا یک افوم با آر دی و آی دی و حتی ابعاد ترانزیستور ها، ابعاد ترانزیستور ها و همچنین بگیم تیز بودن کلاک ال او رابطه داره. حالا ببینید اثرش چیه. پس برای تنظیم یا کاهش یا افزایش نویز میتونیم از این پارامتر استفاده کنیم. حالا ببینیم اثرش چیه روی این نویز فلیکر، چه تأثیری روی میکسرمون داره. خب ببینید، دقت کنید، اگه لحظه ای که کلاکمون به صفر رسیده، بذاری یه خورده اینجوری پرس میشون، این فرض کنید کلاک ال او ام باشه، وقتی به صفر میرسه، حالا فرض کنید چه میدونم صفر مرکز اینجا باشه یا پایین باشه، هر فرق نمیکنه، وقتی به صفر میرسه چی کشیدم بازم؟ اون فلیکر نویز، ولتاژ نویز ناشی از فلیکر نویز میاد ال اومون رو دوچار جیتر میکنه. یعنی چی؟ به اون حالت صفرمون یه چیزه اضافه میکنه، ال اومون به این صورت در میاد، یا از این ور اینجوری میشه.
تو اون نقطه ای که ما میخوایم تغییر وضعیت نمیده، به این میگن جیتر، جیتری که توی کلاک دیده میشه که اینجا ناشی از نویز فلیکر میتونه باشه، فلیکر M2 و مثلا M3. حالا این جیتر میتونه ابعادش هم بیشتر باشه دیگه، حالا بیشتر از این هم میتونه پیش بره. به این صورت اصلی ما، سیگنال اصلی ما هم مشکی است، ولی جیتر اومده اینجوری سیگنال رو خراب کرد که این جیتر هم ناشی از فلیکر نویز. حالا توضیحش رو می نویسم بعد برمیگردم. خب همونطور که توضیح دادم، نویز یک FM وقتی که کلاکمون به سمت صفر میره، میاد اون محور صفر کلاکمون تاثیر میذاره، سبب پدیده جیتر میشه که اینجا میبینید. در لبای کلاک میتونه عملکرد میکسر اون تحت تاثیر قرار بده. برای کاهش نویز فلیکر میتونیم ابعاد ترانزیستور رو بزرگ کنیم، ولی خود این باعث بزرگ شدن خازن گیت میشه و اون وقت کلاکمون مجبوری خازن بزرگتری رو شارژ کنه و اون تیزی که مد نظر ما هست رو از دست میده. تیزی رو که از دست بده، باز دامنش مقدار کم میشه، بهرمون تحت تاثیر قرار میگیره، اون ناحیه گذارمون بزرگتر میشه. اینا اونم مایه بود که قبلا بررسی کردیم. پس افزایش WL هم خیلی کارساز نیست برای رفع پدیده جیتر یا رویز فلیکر. چه راهکاری میتونیم داشته باشیم؟ M2 و 3. به این رابطه فلیکر نویز نگاه کنید. تو خروجی ولتاژ نویز فلیکر در خروجی شده آر درین ضرب در جریان تقسیم بر پی وی ال او. دامنه رو اینو میتونیم بزرگ کنیم که اونم سقفی داره، پی که ثابت، آر دی هم هرچی تونستیم بزرگ کردیم که البته نویز فلیکر رو میبینیم افزایش داده. وی ان اف هم که ثابت بود دیگه، وی ان اف هم میشد یک بر روی سی اکس میو دبلیو ال، همچی چیزی بود. آره، ضریب فلیکر نویز بر روی سی دبلیو ال اف، آها اینجوری بود، با فرکانس هم رابطه داشت. فرکانس هم که کم میشه به حوالی صفر میرسیم، این بازه بیشتر میشه. خب پس تنها رایی که میتونیم برای کنترل یک فم نویز به کار بریم کاهش چیه؟ ISS، جریان. منتها جریان هم نمیتونیم کم کنیم، فم عملکرد میکسر رو تحت تاثیر قرار میده. حالا برای رفع این مسئله، مثلا یه بنده خدای ایرانی هم هست به اسم آقای دارابی، بگیم حالا روش دارابی برای کاهش نویز فلیکر در میکسر. من این روش ساده ای رو پیشنهاد داده آقای دارابی، گفته که این میکسرمونه دیگه، یه میکسر دابل بالانس بکشم آردی دوم ببریم پایین ترین به این صورت. همون چیزی که قبلا کشیدیم، میکسر دابل بالانس ترانزیستوری. این هم آر دی دوم. خب وی آر اف اونم به اینجا اعمال می شدم. این ام یک بود، اینم اسمش رو بذاریم M2، بقیهش هم حالا کاری نداریم. اینم به اینجا وصل می شد و این هم به اینجا. آقای دارابی اومده گفته که من دو تا ترانزیستور اینجا اضافه می کنم، اینا وصلن به تغذیه. به این صورت اینا هم به صورت کراس کاپل، برای اینکه عمل کردتون صحیح تند باشه، به صورت فیدبک مثبت می بندم. این از این و اینو بیارم وصل کنم به اینجا. به نظر شما این کار چه خاصیتی داره؟ اینم بیارم وصل کنم به اینجا.
اون ترانزیستوری که اضافه شد به چه دردی میخوره؟ ولتاژ اینجا رو یادتونه چقدر بود؟ چجوری بالا پایین میشد؟ یه کامو مود پای سورس داشتیم که سیگنال به این صورت روش بالا پایین میشد، درسته؟ اینجوری به ازای هر دوری تناوب. خب وقتی اینجا هستیم، یعنی این حوالی هستیم، بگم این حوالی، این حوالی و این، وقتی تو این نواحی هستیم هر چهار تا سویچمون روشن هم، درسته؟ اینجا هستیم هر چهار تا سویچمون روشنه. خب فلیکر نویز گفتیم کجا تاثیر میذاره رو مدارمون؟ در حالت گذر دیگه. کجا حالت گذر؟ اینجایی که کلاکامون به صفر نزدیک میشه. حالت گذر میومد جیتر اضافه میکرد. حالت گذر کی بود؟ حالت گذر وقتی بود که برگردیم به شکل خودمون، اینجاییم. حالت گذر این حوالی که من مشخص کردم، کل ترانزورامون روشن است. خیلی اسم گذری کنیم، یعنی ام ام 3 ام 4 ام 5 و ام 6 چی هم روشن هستن. ام 3 و ام 4 و ام 5 و ام 6 روشن هستن. این کجا بود؟ جایی که نویز یک افوم روی کلاک جیتر ایجاد میکرد. ناحیه چی بود؟ ناحیه گذار. خب برای اینکه اینجا یک افوم رو کم کنیم، جریان رو میتونیم کم کنیم. کجا بود رابطه؟ جریان رو میتونیم کم کنیم. چطوری جریان رو کم کنیم؟ خب این دوتا ترانزیستور میان تو کار. این دوتا ترانزیستور اسمشون بذاریم ام چند؟ 7 و ام 8. ام 7 و 8 میان بخشی از جریان ام 1 ام 2 رو تامین میکنن. جریان کمتری از ام 3 ام 4 ام 5 ام 6 میگذره، چون جریان ام 1 ام 2 که ثابته، مثلا 2 میلی آمپره. این ام 7 و ام 8 ان که میان اینا رو تامین میکنن و ام 3 و ام 4 و ام 5 و ام 6 مجبورن جریانش رو کاهش بدن. تو کجا؟ تو ناحیه گذری که یک افوم نویز میاد روی کلاک من تاثیر میذاره، نقاط صفرش رو جابجا میکنه، جیتر ایجاد میکنه. حالا وقتی به ناحیه میکس میرسیم، تو ناحیه میکس، اینجا ناحیه میکس دیگه، نواحی چی؟ میکس. این نواحی گذار، درسته؟ گذر بود، گذر بود، چی بود اسم؟ نواحی گذر. خب نواحی گذر دیدیم که این ام 7 و ام 8 مفیدن، جریان رو کاهش دادن، جریان ام 3 و ام 4 و ام 5 ام 6 رو کاهش دادن. نواحی میکس چی؟ تو نواحی میکس، نواحی میکس ولتاژ اینجا رفته بالا دیگه، طبق این به وی دی دی نزدیک شده، حوالی وی دی دیه. حوالی وی دی دی که باشه چه اتفاقی میفته؟ ام 7 و 8 خاموش میشن، ام 7 و 8 خاموش، انگار از مدار خارج شدن. جریان ام 3 و ام 4 ام 5 و ام 6 برمیگرده به حالت اولیش و عمل میکس انجام میشه. میتونید برید، حالا من تکمیل میکنم، توضیحاتشو مینویسم. خب من اینجا توضیحش هم نوشتم، گفتم در نواحی گذر ام 7 و ام 8 روشن میشن، بقیه ترانسفورم هم روشن هستن، بخش اعظم جریان عبوری از ام 1 و ام 2 از طریق ام 7 و 8 تامین میشه و جریان اینا کاهش پیدا میکنه. جریان رو که کاهش پیدا کنه، یک افوم نویزشون کاهش پیدا میکنه طبق این رابطه و در حالت گذر روی مقدار صفر کلاک الو تاثیر چندانی نداره، چون نویزش کم شد و جیتر ایجاد نمیشه یا جیتر قابل توجه نیست. اما در حالت میکس که ولتاژ گره اس بالا میره طبق اینجا و به حوالی وی نزدیک میشه، ام 7 و 8 خاموش میشن و عمل میکس به خوبی انجام میشه. حالا میتونین اینجا مد نظر داشته باشید که در واقع
نویز فلیکر، نویز بگیم فلیکر M1 و M2 در خروجی مهم نیستن، مهم قابل توجه نیست، در خروجی قابل توجه نیست. نیست چرا؟ چون در واقع ولتاژ یا فرکانس RF آن، چون بگیم کانورت شده و به خروجی رفته. کی به خروجی رفته؟ در وضعیت چی؟ میکس. این هم از یه روش دیگه هم داریم، روش بگیم چی؟ LO دو LO در کاهش نویز یک افوم میکسر ها. این هم بررسی کنیم، همون میکسر ساده ای که داشتیم رو در نظر بگیرید، همین میکسر، اینو بیایم اون ولتاژ RFش رو با یه سویچ وصل کنیم به این پایین، یعنی اینجوری سویچ اینجا بذاریم بعد ولتاژ RF رو وصل کنیم. خیلی چه کمکی به ما میکنه حالا این مدار یا این وضعیت؟ این وضعیت خب ولتاژ گره اس رو من رسم کنم، گره اس چی بود؟ این بود دیگه، گره اس اینجوری تغییر میکرد، این از گره اس درسته. حالا فرض کنید سویچمون اینجوری بسته شه، این سویچی که تعبیه کردیم اینجوری باشه، اینجا خاموش باشه، اینجا روشن، اینجا دوباره خاموشه، اینجا روشن، دوباره خاموشه، دوباره روشن شه، دوباره خاموشه، دوباره روشن شه، و همین صورت. یعنی چی؟ یعنی در نواحی گذر بیاد سیگنال RF رو قطع کنه و جریان صفر بشه اصلا. ها پس اینجا می نویسیم که سویچ اضافه شده در نواحی گذر بگیم قطع می شود و کلن جریان M2 و M3 را صفر می کند تا نویز نداشته باشم. خب اینم ایده خوبیه دیگه، اومد کلن قطعش کرد که نویز نداشته باشیم. اون تا مسئله اینه که حالا ساخته بگیم چی بگیم دو ال او، دو ال او نازک نازک درد سر خودش را داره. بالاخره باید بسازیمش دیگه یه جوری که اونم درد سر خودش رو طبیعتاً داره. یه
یکی از معایبش در واقع اینه دیگه. حالا دوتا ال او در دسترس هست، میدونی چی میگم؟ این یه ال او دیگه، این یه ال او، ال او، ولی این میشه دوتا ال. این میشه چی؟ دو ال او. تو اونجا نکشی بهتر. به هر حال بسته به کاربرد میتونید از یکی از این روش ها استفاده کنید. صرفا دوتا ما روش رو معرفی کردیم که بدونید که خیلی چیز پیچیده ای نیست. کنترل مثلا نویز یک افوم و حذف جیتر یا کاهش اثر جیتر بر کلاک الوم. برای بحث میکسر فکر میکنم تا این حد کافی باشه. حالا جلسه بعد میریم سراغ یکی از لوپ های خیلی مهممون به اسم اوسیلاتور که خیلی اهمیت داره و اونجا وقت بیشتری میذاریم نسبت به بحث میکسر. خسته نباشید.